سلام شنوندگان عزیز با یکی دیگر از برنامه های پیام نو در خدمت شما هستیم این برنامه ها شامل شهادت نامه و تجربه های روحانی مسیحی و نقل داستان های از کتاب مقدس و بررسی سوال های مربوط به آن می باشد اکنون به شهادت امروز گوش فرا می دهیم امروز شما را دعوت می کنیم به شنیدن شهادت نامه مردی مذهبی که در قرن گذشته زندگی می کرده. نام او سلطان محمد خان بود. او در افغانستان به دنیا آمد و در هندوستان نیز تحصیل کرد. این شهادت نامه قسمتی از زندگی نامه اوست با عنوان چرا مسیحی شدم که به زبانهای انگلیسی، فرانسه، عربی و دری نیز ترجمه شده است. من در افغانستان در سال 1881 میلادی به دنیا آمدم. بعد از فوت پدر و مادرم به دهلی نو رفتم و در آنجا برای یادگیری زبان عربی در یک مدرسه ثبت نام نمودم به زودی مطالعاتم را در منطق به پایان رسانده به مطالعه سنت ها و نکات توضیحی مندرش در کتب پرداختم یک روز در راه رفتن به مدرسه جمعیتی را دیدم که گرد هم آمده بودند وقتی نزدیک شدم متوجه شدم که یکی از دوستانمان با یک مسیحی درباره ایده تسلیس اقدس در حال بحث است از آنجایی که پاسخهای دوستانمان مناسب سوال نبودند دوستانم از من خواستند که وارد بحث بشوم این اولین باری بود که با یک مسیحی وارد بحث می شدم. شوق و علاقه بحث با مسیحیان از آن روز در من به وجود آمد. یک روز در حال قدم زدن با دوستانم چند مسیحی را دیدیم که با مردم صحبت می کردن. من جلوتر رفتم و بی مقدمه شروع کردم به مخالفت با گفته های آنها. آنها نیز اعتراضات مرا با یک مخالفت سریع پاسخ دادن سرانجام دو نفر از مسیحیان برای حل مسئله یک اتاق مطالعه در نزدیکی مدرسه را پیشنهاد کردند آنها گفتند اگر ما واقعا می حقیقت مسیحیت را کشف کنیم میتوانیم هفته یک بار در آنجا گرد هم آمده به بحث و بررسی بپردازیم ناگهان تصمیم گرفتم به زیارت مکه بروم پس بلا فاصله موجبات سفر را فراهم کرده سوار یک کشتی بخار شدم به جده و از آنجا به مکه رفتم در روز انجام مناسک هش لباس احرام را به تنگ کردم و به کوه عرفات رفتم در آن روز منظره شگفتانگیز را دیدم بزرگ و کوچک، ثروتمند و فقیر همه لباس های سفید کفنگونه گویی مردند و اکنون از قبرهایشان برخواسته حاضر می شوند تا پاسخگوی اعمالشان باشند. تماشای این منظره اشک به دیدگان من آورد. اما در همان حین به خود گفتم اگر دین من دین درستی نباشد چه بر سر من در روز رستاخیز خواهد آمد؟ سپس آنجا این چنین دعا کردم خدایا اعتقادات درست و راه راست را به من نشان بده اگر دین من دین درستی است مرا در آن ثابت قدم و اسوار نگاه دار مرا مورد رحمت خود قرار ده تا بتوانم مخالفین اعتقاداتم را قانع کنم اگر مسیحیت راه درست است درستی آن را به من نشان بده آمین بلافاصله بعد از بازگشتم به خانه انجمنی را تشکیل دادم و از کسانی که اعتقادات دیگری داشتند برای مباحثه دعوت به عمل آوردم یکی از اعضای گروه ما میبایس به سوالهای میهمانان پاسخ میداد از طرف مسیحیان اغلب شخصی به نام منشی منصور مسیح در مباحثات حاضر میشد یک روز منشی خیلی محکم و مطمئن به ما گفت که تنها راه نجات و رستگاری از طریق عیسی مسیح می باشد. برنامه از من خواست که پاسخ و او را بدهم. من هم تلاش خود را کردم تا ثابت کنم راهی که دین من برای رستگاری و نجات نشان می دهد راه مطمئن و کاملی است. بیانات من حاضرین را به تشویق واداشت اما در اعماق وجود خود به خوبی میدانستم که پاسخ من قانع کننده نیست در حقیقت در حالی که صحبت می کردم به ضعف خود پی بردم گرچه در مقابل میهمانم میدان وسیعتری برای ارزندام داشته و با صدای بلندتری سخم می گفتم اما صدای او با قدرت غیرقابل توصیفی در وجود من رخنه می کرد عصر آن روز در ساعت یازده مباحثه پایان یافت به خانه بازگشتم نشستم و دقیقا صحبتهای منشی را مورد تفکر و تعمل قرار دادم هرچه بیشتر به آن فکر کردم، بیشتر به اهمیت موضوع رستگاری و نجات در ادیان پی بردم. در واقع مذهبی که به رستگاری و نجات منتهی نشود مذهب نیست همچنین فهمیدم که انسان مجموعه ایست از نافرمانی، فراموشکاری و حریم شکنی. زندگی او هرگز عاری از گناه نیست. در واقع گناه قسمتی از طبیعت اوست. از آن روز به بعد طرز فکر خود را تغییر دادم. به عنوان یک جوینده واقعی یا حقیقت شروع کردم به خواندن کتاب مقدس و مقایسه کتاب مقدس با چندین کتب مذهبی دیگر در نومیدی کامل کار خود را به پایان رساندم با این ایده که بتوانم در نتیجه گیری خود تغییر حاصل کنم کار خوندن کتاب مقدس را از سر گرفتم این بار به محض اینکه انجیل مقدس را باز کردم چشمانم به این کلمات از اولین کتاب عهد جدید برخورد کرد ای تمامی کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشید نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد من به دنبال این آیات نمی گشتم و اصلا نمیدانم چطور شد که این قسمت از کتاب مقدس در مقابلم باز شد احساسی به من می گفت که این اتفاقی نبوده آن پاسخ خداوند بود به تلاش های سخت و تحقیقات صادقانم این آیه حیات بخش تأثیر زیادی در من گذاشت برایم آرامش و شادمانی به ارمغان آورد و ناراحتی و استراب را از قلبم دور کرد مطالعه عهد جدید را ادامه دادم و آن را چندین بار از ابتدا تا انتها خواندم. در حکایات و داستانهای انجیل به صدها آیه و نکته برخورد کردم که همگی به من ثابت کردند که رستگاری و نجات فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح حاصل می شود از این که به قسمت اول شهادتنامه سلطان محمد خان گوش دادید متشکریم قسمت بعدی این شهادتنامه را در برنامه بعد خواهیم شنید برنامه دیروز را به این شکل به پایان رساندیم که قوانین خداوند بر اساس عشق او به فرزندانش پای ریزی شده خداوند میخواست پیامش را از طریق موسی به مردم برساند او در کوه سینا به شکل رعد و برق و شعله های آتش ظاهر شد مردم از موسا خواستند تا برای گرفتن قوانین به محضر خداوند برود و اکنون گوش فرادهید به داستان ده فرمان خدا این سخنان را فرمود من خداوند هستم که شما را از سرزمین مصر که در آن بردگی می کردید بیرون آوردم خدای دیگری غیر از من نداشته باش هیچ مجسمه و یا هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان و یا پایین در زمین و یا در آبهای زیر زمین است برای خود مساز در مقابل آنها سجده مکن و آنها را پرستش من ما زیرا من خداوند که خدای تو هستم خدای قیور می باشم و انتقام گناه کسانی را که از من نفرت کنند تا نسل سپم و چهارم از فرزندانشان میگیرم ولی به کسانی که مرا دوست دارند و احکام مرا حفظ میکنند تا هزار نسل بر فرزندانشان رحمت میکنم نام مرا بیهوده بر زبان نیاور زیرا من خداوند خدای شما هستم کسانی که نام مرا بیهوده بر زبان بیاورند مجازات خواهم کرد. شنبه را به خاطر داشته باش و آن را تقدیس نما شش روز کار کن و تمام کارهایت را انجام بده ولی روز هفتم روز استراحت و مخصوص خداوند است در آن روز هیچ کس کار نکند نه خودت نه فرزندانت نه غلامت نه کنیزت نه حیواناتت و نه غریبی که نزد تو است من خداوند در شش روز زمین و آسمان و دریا و هر چه در آنهاست را ساختم و در روز هفتم استراحت کردم به همین دلیل است که من خداوند شنبه را متبارک ساختم و آن را تقدیس نمودم پدر و مادر خود را احترام کن تا عمر تو در سرزمینی که به تو میدهم طولانی شود قطع نکن زنا نکن دزدی نکن بر ضد همسایه خود شهادت دروغ نده به خانه همسایه خود تمع مکن به زنش غلامش کنیزش گاوش قلاغش و هر چیزی که مال همسایت می باشد تمع نداشته باش و خداوند با موسا سخن گفت و موسی نیز سخنان خداوند را اینچنین به اسرائیلی ها گفت من خداوند خداوند شما هستم همان خدایی که شما را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرد شما را خدایان دیگری غیر از من نباشد هیچ گونه بطی به شکل حیوان یا پرنده و یا ماهی برای خود درست نکنید از نام من که خداوند خدای شما هستم سوء استفاده نکنید چرا که خداوند از گناه کسی که از نام او سوء استفاده کند نخواهد گذشت. روز سبت را به یاد داشته باشید و آن را مقدس بشمارید. به, به پدر و مادرتان احترام بگذارید تا در سرزمینی که خداوند خدایتان به شما بخشیده عمر طولانی داشته باشید. قتل نکنید. زنا نکنید. دزدی نکنید. دروغ نگویید و در فکر تصاحب خانه، ناموس، غلام، کنیز، گاو و اولاغ و اموال دیگران نیز نباشید. وقتی قوم اسرائیل رعد و برق و بالا رفتن دود را از کوه دیدند و صدای شیپور را شنیدند از ترس لرزیدند آنها در فاصله ای دور از کوه ایستادند و به موسی گفتند تو پیام خدا را بگیر و به ما برسان و ما اطاعت می کنیم. خدا مستقیما با ما صحبت نکند چون می ترسیم بمیریم. اما موسا به مردم گفت از حضور خداوند نترسید. او می خواهد که شما از گناه دور باشید. فرامین مهم خداوند به قوم اسرائیل را شنیدید. بیایید یک بار دیگر این فرامین را با هم دوره کنیم. فرمان اول شما را خدایان دیگری غیر از من نباشد. فرمان دوم برای خودتان هیچ بطی درست نکنید. فرمان سوم از نام خداوند سوء استفاده نکنید. فرمان چهارم روز سبت را به یاد داشته باشید و آن را مقدس بشمارید. فرمان پنجم به پدر و مادر خود احترام بگذارید. فرمان ششم قتل نکنید فرمان هفتم زنا نکنید فرمان هشتم دزدی نکنید فرمان نهم دروغ نگویید فرمان دهم در فکر تصاحب اموال دیگران نباشید ما امیدواریم که شما با مرور این ده فرمان در طول هفته بتوانید آنها را به خاطر بسپارید و ببینید کدام یک از آنها را رعایت می کنید و کدام یک را رعایت نمی کنید. آیه هفته پنجم اول سموئیل فصل 50، آیه 22. آیا خداوند به قربانی ها خوشنود است یا به اطاعت از کلامش؟ اطاعت بهتر از قربانی است اگر او را اطاعت می کردی خوشنودتر می شد تا اینکه برایش گوسفندهای فربه قربانی کنی امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031 638 98, 98, 98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس ورپرژن ات با ما در تماس باشید همچنین می توانید برنامه های رادیو جهانی پارس را در وبسایت www. www.persianboardradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.